خب دستاوردهای جنبش دانشجویی و تشکلهای مستقل دانش آموزی در دوره کنونی، در این دوره انقلابی چه بوده؟ نقاط ضعفش به نظر شما چه ها بوده؟ و برای بهبود بخشیدن به روند تشکلیابی دانش آموزان و دانشجویان به خصوص باید چه کرد و در واقع چه تمهیداتی رو باید اندیشید؟ ببینید، متاسفانه این شرایط استبدادی سخت و این اختناق سختی که بر کل جامعه هست و به ویژه بر محیط‌های آموزشی و دانشگاه هست اصلا اجازه نداده اون چیزی که در سؤال شما مطرحه، یه تشکل‌های ادامه کار پایدار توسط دانشجویان یا تحصیلگرتگان مثلا متوسطه به بالا به طرف دیپلم در مدارس دبیرستانی جایی رو پیدا بکنه. میدونم مقاطع محدودی در این اعتراض اون اعتراض، این مبارزه اون مبارزه، برای یه مدت معین یه جمع شدن ها تشکل ها اتحاد های وجود داشته، اما مثل بقیه سرکوبگری علیه تشکل های مستقل کارگری، توده‌ای، زنان در بخش های دیگه جامعه، اینجا رو هم با حساسیت بیشتر محیط دانشگاه و دانشجو و محصلین رو سرکوب کردن، نذاشتن تشکل داشته باشن، نه اینکه نخوان، نذاشتن داشته باشن. مثلا من به یاد بیارم در اون دهه 80 شمسی، فاصله بین سالهای 83 تا 87 و اینا بود، فکر کنم خود شما حضور ذهن دارین، اون تشکل دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب یه شبکه بزرگی بود در بخش عمده دانشگاه های اصلی جامعه ایران گسترش پیدا کرد. روزنامه داشتن، مجله داشتن، در ابتکارات سایت داشتن، چهره ها و سخنگویان و شخصیت های خودشون داشتن. با چه شدت و حدتی سالهای 86-87 سرکوبش رو کردن، اون چیزی که به داب مشهور شد. برها این بعد از اون دوره به اصطلاح انقلاب فرهنگی، دوره عبدالکریم سروش شونودای، دوره اولیه جمهوری اسلامی و بعد از اون دوره بروبیای تحکیم وحدت و اینا، عاقبت نسل جوان چپ و آزادی خواه و برابری طلب قد علم کردن از 83 به این ور دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب و قطب چپ دانشگاه رو متحد کردن، متشکل کردن، نقش مهم ایفا کردن هم در برجسته کردن جنبش اعتراضی انقلابی در محیط دانشگاه، به در همگامی و همسویی با جنبش کارگری، با جنبش زنان و انواع ابتکارات انقلابی دیگه که وجود داشت. بعد از اون مثلا دیگه تشکل ادامه کار مؤثر رو نذاشتن، اما این مانع اون نشده به ویژه جنبش دانشجویی در همه این سالها نقش ایفا نکنه، نقش ایفا کردن در تب و تاب مبارزات اون جامعه. همگام و متحد جنبش کارگری بودن، در اعتراضات مختلف حمایت ها رو اعلام کردن و سخن رو کوتاه کنم، در خیزش انقلابی یک سال گذشته و ببینید در اون 3-4 ماه اول که اوج این خیزش انقلابی بود، به طور واقعی اینجوری بود، زنان به عنوان پیشکسوت را افتادن، اون خیزش انقلابی قد علم کرد، به فوریت دانشگاه ها و نسل جوان بازوی دوم در کنار دختران و زنان آزادی خواه جامعه ایران بودن. من به درست یادمه مثلا اعتراض به قتل مهسا امینی در اون جمعه شب جلوی بیمارستان کسرا شروع شد، فرداش در آرامستان آیشی سقز میتینگ بزرگ برگزار شد، روز یک شنبه بود، روز یک شنبه دانشگاه تهران و چند دانشگاه دیگه هم در تهران هم در شهرهای بزرگ دیگر آن حضور ذهن ندارم پیوستن به این خیزش انقلابی، اصلا پایه های این خیزش انقلابی رو درست کردن و اون وقت دیگه نسل جوان در دانشگاه ها نقش مهم ایفا کرد، با ویژه در نسل جوان در محلات هم. در اون مبارزات محل محور اساسا این نسل جوان بود، اون نبردهای انقلابی، اون ابتکارات و
سازمان دادن، در اون کمیته های محلات و غیره نقش ایفا کردن، حتی در اون اعتراضات تظاهرات خیابونی هم که در خیلی از شهرها شکل گرفت، نسل جوان جلو بود که بخش زیادشون در دانشگاه و مدارس درس میخوندن. خود مدارس، حتی مدارس ابتدایی که اشاره هم کردم به مرکز جنب و جوش اعتراضی و نگفتن به جمهوری اسلامی، نگفتن به حجاب اسلامیشون به ویژه توسط دختران جوان و نوجوان تبدیل شد. میخوام بگم علی‌رغم که تشکل به اون معنا نبوده، اما سطحی از اتحاد، سطحی از همبستگی در سطح دانشگاه ها، در سطح مدارس، دانشگاه و مدارس با هم، حتی با استادان و معلمانش وجود داشته. خیلی وقتا در همگامی با مبارزات محل محور، در همگامی با تظاهرات هایی که در شهرها شکل می گرفت وجود داشته. به هر حال این نقش مهمه و به همین دلیل توقع اینه، انتظار اینه الان که دانشگاه و مدارس باز شدن، به جمهوری اسلامی با آماده باش نظامی در کل کشور تمام نیروشون به کار گرفت، از ارتش و سپاه پاسداران در وهله اول و غیره، الان دیگه نسل جوان در کنار عرصه‌های مبارزاتی رادیکال دیگه دوباره اون به کانون‌های خروش انقلابی علیه وضع موجود و علیه جمهوری اسلامی تبدیل میشه.